خب آقا، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما رپکوشکنهای خفن خفن خفن. اومدیم با یه ویدیو ریاکشن دیگه خدمت شما رفقای گلمون هستیم، از سیناسایی عزیز از اینستاگرام خودش، سیناسایی پرفورمنس عوض شده و جنست نیست. بچه‌ای که آهنگ جدید نیستش اینا، من بعدا فهمیدم آهنگ جدید نیست، ولی گفتم خب ما که تا اینجا اومدیم ویدیو رو ببینیم، با هم ببینیم چیه. 10 دقیقه است، 10 دقیقه و 13 ثانیه. تو اینستا داشتم میچرخیدم، استوری گذاشته بود که یه اجرای جدید گذاشتیم، برید ببینید. حتما حتما اگه یادم نره لینک کانال حتما بزنید، میاره دیگه تو یوتیوب، واقعا میاره لینکشو. حتما برید سابسکرایب کنید سینای عزیز رو، لایک کنید، حمایت کنید، کامنت بذارید و بهش انرژی بدید. خب قبل اینکه بریم سراغ ویدیو ریاکشن، یه این عوامل موامل هست اینجا من بخونم که مهندس صدا شروین رادفر عزیز هستش، تصویر و تدوین شاهو هستش، و حالا لینک شنیدن نسخه صوتی اصل آهنگ‌های عوض شده و جنس، یعنی آهنگ عوض شده داره، آهنگ عوض شده که تو آلبوم پرواز پیشرو بود رضای عزیز. میگم ریاکت اون آلبوم هم رفتیم، لینکش این بالا ملاها میاد، برید نگاه کنید، خفن بود. کل آلبوم با هم رفتیم، واقعا عشق کردیم، دمشون گرم. و آهنگ جنست نیست، و حالا نمیدونم اینجا چه فرق کرده این اجراه. قبل اینکه بریم سراغ ویدیو ریاکشن، دمتون گرم، دمتون گرم، خیلی 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 ممنون میشم اگه تازه با کانال ما آشنا شدید، با زدن دکمه سابسکرایب از ما حمایت کنید. بزرگترین حمایت شما از من حقیر هستش. حتما 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 اگر ویدیو خوشتون اومد، با ویدیو حال کردید، حتما ویدیو رو لطفا لایک کنید و کامنت واسم بذارید. آهنگ ماهنگ درخواستی مرخواستی چیزی هم بود، اگه نشیده باشی مورد دار چیزی نبود، حتما ریاکتشو میریم. دمتون گرم، بریم سراغ این ریاکشن سیناسایی پرفورمنس، ببینیم چیه این ویدیو قضیهش. چلو ولوم بدیم بهت. صدا رفت، تصویر رفت، منم الان میرم. خیلی خوب، میخوام براتون یه خورده سخنرانی کنم، یه کار جدیدیه دیگه، برای میخوام این کارو بکنم که یه خورده بیاین تو فضای من تا براتون یه ورسی بخونم که بیشتر با اون ورس ارتباط برقرار بکنین. فکرم کردم که اینجوری شروع بکنم، گوش بدید که دقیقا با من بیاید جلو دیگه. همه ماها میدونیم که تو گذر زمان یه سری تغییرات درونمون به وجود میاد، هم درون ما هم درون اطرافیانمون، یعنی دو طرف است. این وسط یه سری آدم ها خیلی خوششانسن، اونایی هن که تو این مسیر رشد و گذر زمان رفیقاشون کنارشون میمونن، یعنی رفاقتشون هنوز سر جاش هست، چه از نوجوانی که تازه رفیق شدن، تو جوانی بالغ میشن، خانواده تشکیل میدن، با هم کیف میکنن. ولی خب اینا خیلی کمن، اکثریت اینو نداریم و این اتفاقای تلخو داشتیم که این رفیقا رفتن، اما کنارش احساسات خوبم هست. یعنی وقتی به این موضوع فکر میکنیم هم تلخه هم شیرینه، هم حس خوبه هم حس بده، برای هممون هم مشترکه. من میخوام ورسم تو آهنگ عوض شده رو بخونم تو آلبوم پرواز رضا پیشرو. پیشنهاد میکنم آلبوم پرواز رضا رو حتما گوش بدید، بد چیزیه، خفن بود، واقعا خفن بود. رضا وقتی که ماکت این کارو برای من فرستاد، وقتی که من اینو اولین ورسا رو شنیدم، ورس اولو شنیدم با کورسو، قشنگ رفتم تو همین حالت، اون دوران رفاقت 10 سال پیشم، رفیقایی که داشتم و دور شدن حالا به هر دلیلی، و چون این وجود داشت، این حسش وجود داشت، شعر و فلو همه چی خیلی راحت اومد. بعد جالبیش اینه که من اینو برای رفیقای خودم هم که میخوندم، اونا هم بیشتر حال میکردن باش. خب بخود من نتیجه گرفتم که آقا این یه حس مشترک، کنار این حس مشترک یه نکته خیلی مثبتی هم وجود داره، اونم خانوادگی بودن این آهنگ، چون امید قدر، داداش کوچیکه رضا، علی اوج داداش رضا که برادراشن، ساتراب که کمی از برادر نداره، تو این آهنگ بودن و این یک جمع خانوادگی بوده. برای من خیلی، من نمیدونستم قدر داداش رضاست، اوجی رو بعدم فهمیدم، من علی رو نمیدونستم، بعد مدت ها فهمیدم، جالب بود قدر با ارزشی که رضا این آهنگو برای من فرستاد تا منم یه ورسی توش داشته باشم و بتونم یه تأثیراتی بذارم. این بخشش هر موقع یادم میفته برام واقعا جذابه.
اصلا این فیلم‌ها رو این فیلمو دارم میگیرم که اینا رو با شما در میون بذارم، بدونید آقا تو مغز من چی گذشته، چی شد که اصلا این ورسال نوشتم. اون حس رفاقته، اون احساساتی که ممکنه توی دوستای قدیمی بوده باشه، بچه محله قدیمی بوده باشه و نبوده به هر دلیلی. خیلی خوبه، خیلی خوبه این حرکت. مثلا رپر بیاد چی شد که این ورسه اومد تو ذهن من که اینو بنویسم. خیلی حرکت باحالی به نظرم. من سعی کردم احساساتم توی تکسان بیارم که حالا براتون اجرا میکنم. و دیگه چون ردیش دلو میزنن از فیلم اون گله یه تو رو میبرن، پرده میکنن تری پایین در رو میبندن، نگاره شنا رو میکنه بیادن. این از اون موضوع هاست که احساسی میشم و وقتی میرم توش حس میکنم انگار میمیرم. نمیدونم این عشقام چرا میریزم، مؤثر اصلی و تهران میبینم. یه ما و یه تنهایی، یه صدا جیجی رک و همه تصویرایی که میکنن حسابی گیجم. با این چشام میدیدم که راه موفقیت یعنی به چاپی بیشتر، و اینجا دقیقا همون جایی بود که شادی میرم. من به ذات اعتقاد ندارم و آموزشو میشناسم، آموزشم محصول قانون و سیاست. تو به یه فساد نامری آلوده شدی، راحت بی خبر از این که دارن تابوت تو میسازن. کی نمیخواد از این حالت آژیت درات؟ وقتی منو مغزم شدیم یه ماشین زمان و کاغذم منو میبره مثل قالیچه هوا. این که تاریکه الان نمیخوام آدیشه برام، پس این قصه رو میبینی که همیشه بامه، همه کنارش هم یکی هم که انگیزه داره. تمیز کارشو میخواد مثل بهترین رقیب تو رو قدیمش پاشه. آره آره عوض شده یه چیزایی تو سرم، یه خاطراتی که ابدا نمیادش رو ورق، و تو ابین مغزم شده ازدیادشون خطر رو دیکته میکنن که چه شکلی باشه بودنم. این به مو میرسه اما پاره نمیشه، این بدن میشه سر اما دردات یادت نمیره. اینا تلخن انصافن اما کردم بهش عادت، من احمق ساده باز میخوام که برگرده عقرب ساعت. این به مو میرسه اما پاره نمیشه، این بدن میشه سر اما دردات یادت نمیره. اینا تلخن انصافن اما کردم بهش عادت، من احمق ساده باز میخوام که برگرده عقرب ساعت. خیلی خوب آقا، واقعا عالی بود حاجی، اجرا بود. مثلا آهنگ گوش میدید شاید شما میگی که آقا دیگه آهنگی دیگه پشت مثلا یه جوری چند بار ضبط کردن این شده. اجراش خیلی قویه، سینو خیلی اجرای قدری داره، یعنی پشمام. خیلی همین چند دقیقه پیش تو اینستاگرام یه اجرا ازش دیدم، از اون قدیمی ها بود. چقدر خوبه اجراش، خیلی قشنگ خوند نرش چال کردم. چی بگم الان، قاعدتا اگه کنسرت بود که فکر کنم باید میترکوندیم دیگه، همه با هم دیگه جیغ و سوت و این چیزهای تو. وای میرسه انشالله، اون روزم میاد انشالله، میایم کنسرت سینا جان. مولان که من تا حالا انشالله تجربهش کوچولو داشتم، ولی خب ما رابطه رو قطع نمی‌کنیم هستید همونجوری که گفتم، اما انگیزه داره و تمیز کارش، یعنی من همینجوری هم حالا کنسرتم یکی از اون درداست، رابطه‌مون هست، رفیقامون دیگه، چاکریم. خواستم سعی کنم که با همین تجهیزاتی که اصلا رو صحنه که نمیشه یه حسی رو بهتون برسونم، یه بچه تجربه ای از حس کنسرت رو داشته باشه. خیلی قشنگ بود، واقعا قشنگ، اصلا از این دید بهش نگاه نکرده بودم، واقعا یه دقیقا حس اون حس رو القا میکنه. خیلی قشنگ بود. تنهایی هم نبودم، دم شروین گرم برای مهندسی صدا، مسعود عزیز، رهی عزیز، شاهو عزیز، خسته نباشی واقعا، کتو کول افتادی عزیز جان، دست درد نکنه. امیر عباس عزیز مرسی، یه تیم جمع کردیم که یه حس باحالی به شما بدیم. شما هم با سابسکرایب کردن شبکه یوتیوب من، کامنت گذاشتن، میتونید یه انرژی به ما بدید. امید بچه حتما 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 لطفا کانال سینای عزیز رو سابسکرایب کنید، یه حمایتی بکنید، یه انرژی کامنت واسش بذارید و لایک هم بکنید. دمتون گرد. بریم ببینیم آقا. امیدوارم که این حس این آهنگ رو گرفته باشید و خیلی قشنگ بود، خیلی قشنگ، واقعا حال کردم سینا جان، گوش بدید و اجرای زنده من رو پسندیده باشید. عالی. خب یعنی اجرای زنده تو بخوام بگم خیلی بهتر از یه سری ترک هاست، یه سری ها خیلی بهتر از ترک یه سری هاست که فاینال شده اومده بیرون. این اجرا کجا اونا کجا، واقعا قدر بود، خیلی خوب. یه آبی بخورم اجازه بدیم، ما هنوز کار داریم باهاتون. ما اینجاییم آجی،
یعنی به خدا دوست دارم باید تا صبح بشینم. صبح چیه؟ ولت نمی کنم. یه کاری دارم باهاتون کارستون. خب میخوام یه ورس دیگه براتون بخونم، اونم توی آهنگ جنست نیست از رضا، اینم داستانهای خاص خودشو داره. آهنگ عوض شد که دیس بود، این آهنگش فکر کنم دیس بود به خلصه و خلصه اومد جوابش رو داد. آره دیس بود این آهنگش. دیگه که تموم شد من خیلی مشتاق بودم آلبوم بیاد بیرون. میگم اصلا این فیلم ها رو داریم میگیریم که بدونید چی گذشت درون من، چی گذشت که این ورس اومد. این بخش از منم جالبه که شما بدونید. من به رضا گفتم که آقا بیا یه دونه ترک تکنیکال بسازیم. رضا خب تو مزیقه بود، یعنی زمان بندیش خیلی براش مهم بود تو فشار آلبوم، و منم تجربه آلبومو دارم، تازه ما سه نفر بودیم آلبوم نمون، بنده خدا تنهاه، یعنی پوستش داشت کنده میشد. گفت آقا نمیرسم، ولی نامردی نکرد یهو یه روز گفت سینا من یه دونه کار دارم این شکلی و یه خورده هم همچین جنجالی و سر صدا و اینا، اگه پایی بیا توش. که منم گفتم که چرا که نه، من خودم گفتم بیا تکنیکال. چرا؟ به خاطر اینکه آقا ما میدونیم مخاطبا من و رضا رو خب به عنوان رپرای خیلی فنی و تکنیکی میشناسن. ما هم گفتیم فارغ از اون بخش احساسی که تو عوض شده است، یه بخش تکنیکی هم بهتون بدیم تو رپی، یه خورده رپی حال بکنیم با هم دیگه. و خب رضا هم اینو فرستاد و منم روش یه حرکتایی زدم و رضا هم اوکی گرفت و تبدیلش کردیم به MP3. الان هم میخوام براتون یه قره گنگستر بخونم، اجرای زنده داشته. این اجرای زنده رو یعنی یه خوره پوز بدم روش که نفسگیری و این داستانا رو ببینید چجوریه، تسلط رو ببینید چجوریه، قشنگ داره به رخ میکشه، به رخ بعضی رپرها. عمو جون ببین چیه. خدا وکیلی خیلی جرأت میخواد. من اینا رو دارم میگم بعد میخوام اجرا هم بکنم. حالا بریم تو کارش ببینیم چه خبره دیگه. یه خورده باعث این که من یه نفسی بگیرم، چون این خیلی کار پرنفسی هم. آره جنست نیست خیلی چیز بود، تکنیکی بود و خیلی هم خفن بود، خیلی خفن بود. من عشق کردم واقعا ورسس اینا خفن بود. برو حاجی برو بیتو بزن، برو میتره کنی بیتو بزن همو شربی. این یه بیانی از کرک و پر و ریختن از آتیشم، مرغافی هم زن با چیدن رو گل پل و سیدت، میتونم یه کلا کپ بذارم نوک دماوند تو که یه لقمه چپی تو اولی نورت ملاقم، لازم نیست جمله درارم برات از اون غف گارم خورد به مدارم مسیرت خوشکت زدار. نه 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 لو به کلامم اینه که مهم ملاق است و عاشق شما رمزالو داستیم پود که من واقعا دیکود فرایند خیلی یاتون دود قصد راحتیم ویت مورد دلاغ رپ فارس فوق برنامه از این نکمه هوا پس بودنه. خب به سلامت چون کل برایند من و رضا پر مهارت، اینجا کارم مهمتر از کشتی با خوکاست، کیفم می کنم مثل یه او جیلالو آش از صدا. انگار تازه دارم، یعنی باور کنید انگار این آهنگو تازه دارم میشنوم. شنیدم یه چند بارم گوشش دادم ولی بازم تازگی داره. خیلی خوبه، یک چیز دیگه خیلی خوبه اون نفسگیری و اون تکنیکای گیرنده خیلی قشنگه. خود که من واقعا دیکود فرایند خیلی یاتون دود قصد راحتیم ویت مورد دلاغ رپ فارس فوق برنامه از این نکمه هوا پس بودنه. خب به سلامت چون کل برایند من و رضا پر مهارت، اینجا کارم مهمتر از کشتی با خوکاست، کیفم می کنم مثل یه او جیلالو آش از صداها هنگ ما میشه پر خیابونا. کووید بره کنسرتامون کلی باز تو راست، اخ تابوسا توقیان تو راست، یه گردان گولاخ از گرگا تو دامم، هم با بمبار اونام گرفتی کجایی تازه کلید خورده رپ این جغرافیا. ما می جنگیریم تو جبه یه بچه گیش بازیاش، نقشه کیو داری ها که همه چیو دادی باشه ضربه میخورد مافیا از طرز دید و تاکتیکام، چه بقاج نقای نیپا بمه گیر و نامی را سوال اینه که با ما موندن سر پیچ و تاپ کیا. نمیبینی چند تا ته پاییز جوجه است، اصله رازی کن تو خراب کنم سقف آشیونت. صبر نوشتم و اینو کل خالی خوندم و صبر نوشتم این تیکش گوه کن تو خراب کنم سقف آشیونت. صبر نوشتم و اینو کل خالی خوندم و گم نمی کنم خودم و تا بچه مالی اومد. این سطح پایین بودن و این فشن ها بیودن، کل این برده داری و با یه فتح پا میشکونم. من که نبض بازی تو دستم و الف با میفروشم، خط کاریم یعنی گره خورد با رپ فارسی روهم. تویی که نقشت برد جنگ، تویی که سرت خورد به سنگ، من همه جا پیش تو اومدم. نگاه کن نگاه کن به رپ،
شما میشیم پخته تر، جون میدیم به کل شهر، نشون نمیدیم نقطه ضعف. نگو کن نگو کن به رپ بذارم که لذتش رو برده باشید، ساعت انرژیتون هم اومده باشه بالا. عالی 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 عالی. کاش آقا رو دیدم یه چی میگفتی، کاش آقا رو دیدم یه چی میگفت. دمش گرم دمش گرم، واقعا حال داد آقا. واقعا با این که میگم آلبومو گوش دادم، ریاکتش هم رفتم، ولی بازم حال داد. دمش گرم دمش گرم، واقعا دمش گرم. حتما 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 بچه دمتون گرم، کانال سینای عزیز رو سابسکرایب کنید، لایک کنید، واسهش کامنت بذارید و حتما حتما بهش انرژی بدید. دمتون گرم که تا اینجا ویدیو رو نگاه کردید. انشالله که از ویدیو خوشتون اومده باشه. حتما 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 اگه تازه با کانال ما آشنا شدید خیلی ممنون میشم با زدن دکمه سابسکرایب از ما حمایت کنید. اگه با ویدیو حال کردید لطفا ویدیو رو لایک کنید و حتما واسم کامنت بذارید. دمتون گرم، عشقین عشقین عشق. تا یه ویدیو ریاکشن و یه قسمت دیگه، خداحافظ.